داستان تضرع به خدا و نصیحت استاد. روزی شاگردی در حال عبادت و تضرع و گریه و زاری به درگاه خدا بود. در همین حال مدتی گذشت تا اینکه استاد خود را بالای سرش دید. استاد با تعجب و حیرت او را نگاه می کرد و از او پرسید: برای چه این همه ابراز ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟ شاگرد پاسخ داد: برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم و برخورداری از لطف و مرحمت خدا. استاد گفت: به این سوال من پاسخ ده. شاگرد گفت با کمال میل. او پرسید: اگر مرغی را پرورش دهی، هدف تو از پرورش آن چیست؟ شاگرد پاسخ داد: خب معلوم است، برای آنکه از گوشت و تخم مرغ آن استفاده کنم. استاد گفت: اگر آن مرغ برایت گریه و زاری کند، آیا از تصمیم خود منصرف خواهی شد؟ شاگرد گفت: خب راستش نه، نمیتوانم هدف دیگری از پرورش آن مرغ برای خود متصور شوم. استاد گفت: حال اگر این مرغ برایت تخم طلا بگذارد چه؟ آیا باز هم او را خواهی کشت تا از آن بهره مند شوی؟ شاگرد مکسی کرد و گفت: نه هرگز، مطمئنن آن تخم مرغ‌ها برایم مهمتر و با ارزشتر خواهند بود. استاد گفت: پس تو نیز برای خداوند چنین باش. همیشه تلاش کن تا با ارزشتر از جسم، گوشت، پوست و استخوانت باشی. تلاش کن تا آنقدر برای انسانها، هستی و کائنات خدا مفید و با ارزش شوی که مقام و لیاقت توجه، لطف و رحمت او را به دست آوری. در واقع خداوند از تو گریه و زاری نمی خواهد. او از تو رشد، حرکت، تعالی و با ارزش شدن را می خواهد و می پذیرد و نه ابراز ناراحتی و گریه و زاری تو را. نکته اخلاقی و آموزنده این داستان: از شما حرکت، از خدا برکت. در واقع ما باید به فکر رشد و تعالی خودمان و خدمت به دیگر افراد باشیم تا خدا هم ما را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد. دوستان عزیزم، لطفاً نظرات ارزشمند خود را در بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید و با لایک و عضویت در کانال راز شادی همراه همیشگی ما باشید. با تشکر از همراهی شما.